سرخط خبرها. تلفات سنگین طالبان در دو حمله جبهه مقاومت در شمال افغانستان. خبری که باید تا آخر تماشا کنید. دزدان مسلح یک جوان را در هلمند تیرباران کردند. اجساد 5 عضو جبهه مقاومت پس از یک سال از کوههای پنجشیر پایان آورده شدند. افزایش بازداشت خبرنگاران طالبان. طی یک سال گذشته هیچ خشونت علیه خبرنگاران ثبت نشده است. رهبری طالبان رئیس شرکت برق کابل را به قندهار اظهار کرد. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما بوده و برای حمایت از ما ویدیو را لایک کنید. اجساد 5 عضو جبهه مقاومت پس از یک سال از کوههای پنجشیر پایان آورده شدند. منابع محلی در پنجشیر گفتند که اجساد 5 عضو جبهه مقاومت افغانستان پس از حدود یک سال از سوی خانواده هایشان از کوهها پایین آورده شده و دوباره دفن شدند. منابع روز سه‌شنبه 31 اسد در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که پیکرهای این افراد از کوههای پنجاوی ولسوالی دره پایان آورده شده و پس از ادای نماز جنازه دوباره دفن شدند. به گفته منابع، خانواده های این افراد دستور انتقال اجساد و برگزاری نماز جنازه بر اعضای جبهه مقاومت را از رئیس الوزرای طالبان گرفته بودند. منابع از این افراد احمد، شاه فیصل، فیروز، زبی و بشیر احمد نام برده و گفتند که این افراد با دست کم 25 عضو دیگر جبهه مقاومت در درگیری های سال گذشته این جبهه با طالبان کشته شدند. در آن زمان اجساد این افراد از سوی کمیته صلیب سرخ در گوهای پنجاوی دفن شده بود. بیشتر افراد کشته شده از نظامیان حکومت پیشین بودند. گفتنی است که سال گذشته ولایت پنجشیر گواهی درگیری های شدید میان نیروهای جبهه مقاومت و طالبان بود. در پی این درگیری ها به هر دو طرف تلفات سنگین وارد شد. دزدان مسلح یک جوان را در هلمند تیرباران کردند. منابع محلی در ولایت هلمند از تیرباران یک جوان از سوی دزدان مسلح در این ولایت خبر می‌دهند. این رویداد سه‌شنبه شب 31 اسد در دشت ولسوالی خانشین ولایت هلمند رخ داده است. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که دزدان مسلح پس از قتل این جوان موتر او را با خود بردند. فرد کشته شده محمد فهیم نام داشت و از باشندگان ولسوالی مارجری ولایت هلمند بود. طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. این در حال است که در ماه‌های اخیر دزدی‌های مسلحانه در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. تلفات سنگین طالبان در دو حمله جبهه مقاومت در تخار. به نقل از خبرگزاری مقاومت، نیروهای جبهه مقاومت در ولسوالی ورسج ولایت تخار بر دو مرکز گروه طالبان از جمله ساختمان فرماندهی و ولسوالی طالبان حملات راکتی انجام دادند که به این گروه تلفات سنگین وارد شده است. منابع محلی امروز سه‌شنبه 31 اسد به خبرگزاری مقاومت گفتند که نیروهای چریکی جبهه مقاومت ناوقت‌های شب گذشته در روستای تگابشر با طالبان درگیر شدند و همزمان گروه دیگر از این نیروها در روستای سکینی بالای ساختمان ولسوالی و فرماندهی امنیه که در یک محل قرار دارد حمله راکتی انجام دادند. به گفته منابع، این نیروها حوالی ساعت یک شب ساختمان ولسوالی را با اسلحه های ثقیله از نو راکت و پیکازی را آتش گرفتند که به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. یک باشنده محل نیز در گفتگو با خبرگزاری مقاومت درگیری را در محل تایید کرد و گفت که 4 راکت به ساختمان فرماندهی امنیه و ولسوالی برخورد کرده است. یک منبع مردمی آمار تلفات طالبان را در این دو حمله 13 تن می گوید. اما یک منبع معتبر از جمله جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که 4 تن به شمول یک فرمانده برجسته طالبان در این حمله کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این منبع، قاری حمزه فرمانده نظامی طالبان برای ولسوالی ورسج نیز در میان کشته شدگان است. گفته می شود پس از این عملیات
یک قطعه از نیروهای طالبان از شهر طالقان مرکز ولایت تخار به سمت ولسوالی ورسد رفته و در اکثریت نقاط نیروهای مسلح جا به جا شده و منطقه حالت نظامی به خود گرفته است. پیش از این نیز نیروهای جبهه مقاومت در طالقان مرکز ولایت تخار طی چندین حمله چریکی به طالبان تلفات سنگین وارد کردند. رهبری طالبان رئیس شرکت برق کابل را به قندهار اظهار کرد. به دنبال پخش ویدئوی همخوابی رئیس منصوب طالبان در ریاست برق کابل، طالبان ملا احمد آخن را به قندهار فراخواند. بر اساس اسنادی که به دست رسانه ها رسیده، ملا احمد آخن به دلیل مشکلات خانوادگی به قندهار رفته، اما منابع گفتند رهبری طالبان او را اظهار کرده است. اخیراً رسانه ها ویدئوی نشر کرد که نشان می‌داد رئیس گماشته شده طالبان در ریاست برق کابل با محافظش می‌خوابد. ملا محمد حنیف حمزه، رئیس اجرایی شرکت برق برشنا تحت اداره طالبان، مولوی عطاالله صدیق را به جای ملا احمد آخن به عنوان سرپرست اداره برق کابل تعیین کرده است. آقای حمزه روز سه‌شنبه 31 اسفند در نامه مولوی عطاالله صدیق معاون امور تجاری اداره برق کابل را صلاحیت داد تا در چارچوب قانون و سیاست‌های نافذه شرکت از اداره امور برق کابل سرپرستی کند. در نامه دیگر، ضیاءالرحمن آرمل، مدیر تحریرات شرکت برق کابل نگاشته که بر اساس دستور شفاهی، ملا احمد آخن به دلیل مشکلات خانوادگی به قندهار رفته است. در این نامه آمده است که تا زمان برگشت ملا احمد آخن از سفر، مولوی عطاالله صدیق معاون تجاری ریاست برق کابل سرپرستی این اداره را بر عهده می‌گیرد. در همین حال، منابع گفتند که رهبری طالبان ملا احمد آخن را به قندهار اظهار کرده است. افزایش بازداشت خبرنگاران طالبان طی یک سال گذشته هیچ خشونت علیه خبرنگاران ثبت نشده است، در حالی که در روزهای اخیر شمار زیاد از خبرنگاران در ولایت‌های مختلف کشور توسط طالبان بازداشت شدند. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه میگوید که طی یک سال گذشته هیچ خشونت علیه خبرنگاران ثبت نشده است. خیرالله خیرخوا، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت اداره طالبان، این سخنان را روز سه‌شنبه 31 اسفند در برنامه حسابدهی دولت به ملت بیان کرده است. وی افزوده است که برای آسانسازی کار خبرنگاران با آنها کارت مخصوص خبرنگاری توزیع خواهد شد. با روی کار آمدن طالبان در کشور، محدودیت‌های زیاد علیه خبرنگاران و کار رسانه‌ای از سوی این گروه وضع شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر، چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.